تلویزیون ایتو در سراسر جهان، من پرویز نیلویی هستم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6:30 تا 8 به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. من برنامه را از این شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس امریکا پخش میکنم. جلوی دوربین از طریق اسلیم باکس تصویر رو برای آقای امیدوار در واشنگتن میفرستن. ایشون از طریق ایمیل برای همه دنیا میفرستن این برنامه را. امروز که این برنامه را خدمتون تقدیم میکنم، روز ششم آبان ماه 2574 هخامنشی است که برابر است با 28 اکتبر 2015. الو، حتما مرسی. آقای امیدوار از اتاق فرمان گفتن میکروفونو بالاتر بزن، صدا ضعیفه. چشم. بله، خب ما مصادف هستیم با روزهای مهم، روز تولد آقای محمدرضا شاه پهلوی که روز 4 آبان بوده، ولی روز تولد آقای رضا پهلوی که روز 9 آبان خواهد بود، و امروز که 6 آبانیم بین این دو روز مهم هستیم. مطالب بسیار زیادی دارم، اجازه بدید که از یکی از این مطالب شروع کنم. ببینید، من یه مطلب رو براتون میخونم. مطلبی که میخونم الان براتون از روزنامه ایرانیان، آقای تقی مختار خانمشون شوره آسمی، و که در واشنگتن چاپ میشه، و این بخشی که میخونم از قسمتی است که طنزهای گیل مرد آقای رجب نیا اینو مینویسن. خب قشنگ مینویسن، یه چیزای جالبی داره. این تیکه‌ای که الان ایشون نوشتن از خودشون ننوشتن، از روی یک کتابی نوشتن. من اینو میخونم، منتها خواهش میکنم همکاری کنید، به خصوص اونایی که تو ایران تو زندان بودن، چون این وقایعی که تعریف میکنه وقایع تو زندانه. میخوام ببینم این وقایع اصولا با حقیقت میتونه هماهنگ باشه در زندان ایران، یا یعنی چه اتفاق میفته میتونه بیفته، یا یعنی که نویسنده خیالی اینا رو نوشته. قبل از اینکه برم سر این، باید تشکر کنم از آقای امیدوار که در اتاق فرمان برنامه رو کارگردانی فنی میکنن و میفرستن. باید تشکر کنم از آقای ناصر توکلی، دوست عزیزم، که در رادیو ایران هوستون تگزاس این برنامه رو زنده همزمان پخش میکنن، و اگر بخواید برنامه ایشون رو ببینید، چون که مثل همه رادیو www.radio.com
بعد کی که علامت رادیو هاست، بعد چون که رادیو ایران هستان تگزاسه پس میشه rihd.co یا .com یا .co کردوش، میشه از روی تلفون های هوشی ها رو از لپتاپ از همه چی میتونید گوش بدید این صدا رو. همینطور باید تشکر داشته باشم از دوست عزیزم آقای پارسا سوربی در مردم تیوی که ایشون هم لطف میکنن این برنامه رو روزهای چهارشنبه همزمان پخش میکنن و یه پیام برای من گذاشتن. ازودی این پیام رو هم براتون بخونم بعد برم روی مطلبی که گفتم از آقای رجب نیاز. این پیام آقای سوربی توی اینترنت. یه پیام دیگه هم امروز دارم براتون پخش میکنم. آقای نیمه سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. برنامه‌تون داره پخش میشه، صدا و تصویر خوب و من اینجا از خنده اش کردم، افتادم روی زمین. این ماجرایی که شما هر وقت میگید خدا نگهدار و میگه خدا ما رو نگه نمیداره، من یاد یک اتفاقی که برای من افتاد میندازه. یه دوستی داشتیم هر وقت کامپیوترش اشکال داشت به ما زنگ میزد، ما هم نیم ساعت، یه ساعت، یه ساعت و نیم وقت میذاشتیم و درستش میکردیم. وقتی درست میشد آخرش میگفت که من دعا میکنم که خدا به شما کمک کنه و هرچی از خدا میخوای بهت بده. ما چند بار چیزی نگفتیم، یه بار دیگه خیلی حقیقتا ناراحت شدم و به اون زور آمد که خب شما اگر به خدا باور داری خب دفعه دیگه به من زنگ نزن، به خدا زنگ بزن، بهش بگو که کامپیوترت درست کنه، شما نخواهی حالا دیگه دستار بین من و خدا باشی. و اینو متاسفانه شما قشنگ اینو توضیح دادی که اونایی که میگن خدا کاری بکنه واقعا کسایی هستن که خودشون هم میدونن دارن دروغ میگن. اونی که خودش یه کاری انجام میده حسن نیت داره. من بیش از این مزاحمت نمیشم، فقط در رابطه با پیغامی که آقای توکلی گذاشت، برای که این اشکال دست تنها بودن رو نداشته باشید، چون من همین مشکل رو دارم و ذهنم با تلفن دستیتون که از اینترنت استفاده میکنه تماس نگیرم، شما به افرادی مثل ایشون بگید که قبل از برنامه یا حتی در حین برنامه روی وایس میل شما اونی که لاین هست پیام بذارن. اولا اگر اشکالی باشه دوباره میتونن زنگ بزنن، پیام بذارن، بعد شما در حین برنامه اون پیام رو که پخش میکنید، اولا چون از سپیکر فون هست صدا خیلی بهتره، بعد چون تلفن اون یکی اینترنت نیست به صدا قطع و وصل نمیشه. من از اینکه پیام طولانی شد عذر میخوام از شما و همونجوری که گفتم برنامه تو ضبط میشه، فردا صبح هم روی یوتیوب میره، از فردا هم هر روز روی مردم تیوی پخش میشه. چون شنیدم شما میگید که در طی هفته بعضی روزا، نه هر روز برنامه شما پخش میشه تا چهارشنبه هفته آینده. روز روزگار بر شما خوش، با امید دیدار. میخواستم بگم خدا نگهدار، نگفتم نه دیگه. مرسی، متشکرم آقای سوربی عزیز. این پیام آقای سوربی بود، خیلی ممنون ازشون. همونطور که خودشون گفتن هر روز توی مردم تیوی این برنامه، برنامه روز چهارشنبه پخش میشه. و برگردم به این که بگم، گفتم یک مطلبی رو از روی کتابی نوشتن و مربوط به زندانهای ایرانه. من فقط میخوام ببینم که این مطلب آیا باور کردنیه، چون من اخلاقم اینطوریه هر کی هر چیزی رو که یه بخونم ممکنه باور نکنم و با اگرم باور کنم بازگو نمیکنم، مگر اینکه حتما یه جای دیگه بخونم، مثلا دو جا بخونم، سه جا بخونم، اون وقت اون مطلب رو به خودم جرأت میدم که بازگو کنم برای شما عزیزان. و حالا این مطلب رو میخونم از روی عین اون نوشته ای که توی مجله هست و میخوام ببینم که شما بگید که آیا این عملی هست، یعنی این چیزا شدنی یا نه. حالا این نوشته آقای حسین شعبانی یکی از کسانی بود که حاج داوود را هم تحویل نمیگرفت. وقتی ملاقاتش میامدن گوشی تلفن را که میگرفت صحبت کند میگفت
خدا رحمت کند شاهنشاه آریامهر را، به نام نامی شاهنشاه آریامهر، آنی که به ما نان داد جان داد، خانوادهش هم شاه دوست بودن، پاسدارها آن ور زن و بچه هایش را کتک می زدن و این ور خودش، خود حسین را. این حسین شعبانی آجان بود، پاسبان کلانتری 14 بود. خودش تعریف میکرد که حاکم شهر خیلی دلش میخواست او را به اتهام کشتار مردم در روز 22 بهمن اعدام کند، ولی شعبانی توانسته بود ثابت کند که در آن روز استراحت داشته و روز 1 بهمن سر خدمت بوده است. البته حاکم شهر انتقام خودش را از یک پاسبان دیگر به نام احمد اقبالی گرفت و او را به اتهام کشتار مردم اعدام کرد. آنقدر شعبانی بیچاره را زده بودند که تمام فک و دندانش خرد شده بود، ولی از رو نمی رفت. به همین دلیل به او ملاقات نمی دادند. یک خانه، یک اتاقه سازمانی در کوی نهم آبان داشت که از او گرفته بودند و زن و بچه هایش رفته بودند پشت پارکینگ شرکت واحد چادر زده بودند. فرد ثروتمندی سرپرستی آنها را به عهده گرفت و به عنوان سرایدار به محل انبارش برد. گاهی هم می بردشان به ملاقات حسین. حسین شعبانی انقدر این کارها را ادامه داد که پاسدارها عادت کردند. نامه که می نوشت بالایش می نوشت به نام نامی شاهنشاه آریامهر، بعد می نوشت خدا شاه را بیامرزد، اگر زنده بود ما این وضع را نمی داشتیم و از این حرفا. به جای این که برای خانوادهش نامه نویسد از شاه می نوشت. شرط آزادی حسین از زندان خواندن دو رکعت نماز بود که او هم نمی خواند. خلاصه خسته شدند. نزدیک 6 در زندان بود. یک روز حاج داوود رحمانی که رئیس زندان بود آمد، گفت حسین نمیخوایی بری؟ گفت کجا برم؟ گفت قربون من. گفت اون موقعی که قربون شما میرفتم کمتر از 14 داشتی. آخر حاج داوود هم بچه شهبوز بود و حسین رو میشناخت. میدونید فهمیدید چی گفت؟ حاج داوود گفته که حاج داوود که بود رئیس زندان بوده گفته میخوای بری؟ گفته کجا برم؟ گفته قربون من بری. حسین شعبانی که یک دونه زندانی بوده گفته وقتی قربون تو میرفتم تو سنت از 14 کمتر بود. حاج داوود گفت از اون نمی حسین. گفت هرچی شما از اون رفتید ما هم میرویم. حسین شعبانی تنها کسی بود که هرچه دلش میخواست با حاج داوود میگفت. یک بار گفتن حسین آقای لاجوردی گفته حسین باید 2 نماز بخونه تا آزاد شود. گفت حاج آقا لاجوردی بیاید اینجا پیش نماز شود تا من پشت سرش نماز بخونم. روزی لاجوردی آمده بود بازدید زندان ها. گفتن که حسین این را گفته. لاجوردی تو دماغی حرف میزد. کسانی که لاجوردی را دیدن میدانند وقتی آدم قیافهش را میدید حالش چندش آوری پیدا میکرد. لاجوردی آمد و به حسین گفت باشه من میستم تو پشت سر من نماز بخوان. همه پاسدارها آمدند و لاجوردی ایستاد و حسین هم گفت به شرطی که صف اول نماز من بیستم، بقیه پشت سر من بیستم. لاجوردی ایستاد، حسین هم پشت سر لاجوردی قامت بست و الله اکبر الله اکبر میگفت. که مرتبه حسین گفت خدایا اعلی حضرت را بیامرز، به نام نامی شاهنشاه آریامهر، الهی شاه کجایی که ببینی اینها چه کار میکنند. آنقدر از این حرفا زد که لاجوردی نماز را نیمه کاره گذاشت و گفت اینو ولش کنیم، آدم به شو نیست. یعنی حسین شعبانی از آن ساعتی که ایستاد بنده بنزه 2 از شاه حرف زد، الهی نور به قبرت بباره، من هر شب جمعه برات فاتحه میخونم. بعد که گفتن تو باید نماز میخوندی،
خب من نماز خواندم دیگه، خدای من چهار چهار یامن است. نه تنها من، حتی بچه ها و همه بند او احترام می گذاشتن. توجه کردی؟ شما باور میکنی اینا رو؟ آقای لاجوردی رئیس زندان ها بیاد و بگه که من همه شاهنشاه شاهنشاه میکنم و بعد بگه دو رکعت نماز بخون و بگه بیا تا جلو وایسه من نماز بخونم، جلو هم که وایسه اون الله اکبر اینا بکنه، این هی از شاهنشاه بگه، بعدم بگم ولش کنی بره، این آدم بشو نیست. خب اگه اینجوری همه اینجوری کسی رو آزاد میکنن، خب همه همین کار رو میکنن. برحال به نظر من این حرفا ساختگیه. اگر این حرفا شما با من هم عقیده باشید که این حرفا ساختگیه، پس بسیاری چیزایی که تو اون کتاب نوشته شده که این مطلب توشه ساختگیه. یعنی این مطلب اگه توی یه کتابی که شما قبول دارید این مطلب ساختگیه، پس باید قبول کنید تو اون کتاب خیلی چیزا ساختگیه و دیگه به اون کتاب استناد نکنید، نگید تو اون کتاب اینجوری نوشته و بعد دلیل بیارید از اون کتاب. حالا من میگم که این از کجا بوده. نقد از کتاب پشت پرده های انقلاب اسلامی، اعترافات حسین بروجردی از انتشارات نشر و نیما، صفحه 292 تا 298. پس این کتابی که آقای حسین بروجردی نوشتن در مقابل درباره انقلاب، چون که این نوشته توش هست و اینش نوشته باور کردنی نیست، پس باید قبول کنیم که خیلی نوشته های دیگه هم هست که باور کردنی نیست. اجازه حالا برای که یک تغییر زاغه بگه بشه، من بگم از مسافرتمون به دالاس، من بسیاری از اعضای خانوادم تو دالاس هم، من و خانومم اینجا هستیم ولی بسیار اونجا هستم و هر از چند یا اونا میان به دیدن ما تو هیوستون یا ما میریم به دیدن چون دالاس از خونه ما تا خونه اونا حدودا 500 رانندگیه و ما رانندگی میکنیم دیگه. این دفعه رفتیم بریم اونجا وسط راه غذای خوردیم و تقریبا ساعت 1:30 راه افتادیم، یه غذای خوردیم و رفتیم دیدیم یواشوش ماشینا دیگه حرکت نمیکنن، خیلی کم حرکت میکنن، یه مثلا 3 دقیقه وای میستن بعد بنزه قد 2 تا ماشین میرن جلو، دوباره 4 دقیقه دوباره میستن بنزه قد 3 تا ماشین جلو میرن. حالا من این فکر کردم خب یک تصادف شده، یک مشکلی پیش اومده، این رفت میشه دیگه، رفت میکنن دیگه. هم میدیم توتراک میاد، هی توتراک میاد، هر کدوم یه ماشین رو هرشان دارن چراغ میزنن و میاد، همینطور وایستادی مالا ببینید از ساعت 1 تا 5 و نیم رانندگی کردیم، از حالا اونجا وایستادیم شده ساعت نزدیک 9، یعنی 9 و نیم، یعنی 4 ساعت پشت ماشین موندیم. این 4 ساعت که موندیم تلفن یکی از همراهان یه دونه آلارم زد گفتش که مثلا نقطه بحرانی یا اینکه وضعیت خطرناک تا ساعت 10 شب. ما گفتیم خب تا 10 شب، حالا 9:30 دیگه سر می‌کنیم تا 10 شب، 10 شب راه وامیشو بریم دیگه. سر کنیم تا 10 شب. 10 شب دوباره آلارم زد گفتش که نه، وضعیت بحرانی تا یکی برنامه‌ریزی شد ادامه داره. اینجا بود که ما دیگه مایوس شدیم از رفتن به دالاس، دیگه احساس کردیم وسط راه یه اتفاق افتاده. بعد اومدیم یه بردگی راه دور زدیم، رفتیم یک استیشن اول دیدیم تا توی خیابون پر ماشین، رفتیم دومی دیدیم نه هر پمپی 5-6 تا ماشین تو سفر، رفتیم به هر حال بنزین زدیم و رفتیم یه چیزی گرفته بود، یه آبی به صورتمون زدیم و چی شدیم اومدیم به اون همون پمپ بنزینی، گفتیم آقا اینجا هتل نزدیکی هست، گاره اینجا 60 مایل که بری یه هتل، یه شهر یه توش هتله. گفتیم جا داره؟ گفت نه فکر نکنم. گفتیم بعد چیکار کنیم؟ گفت از اون شهر باز 60 مایل دیگه برید یه شهر دیگه است اونجا توش هتله. اومدیم خب حالا رفتیم اون 60 مایل، رفتیم هتل نبود، دوباره 60 مایل رفتیم هتل نبود، تکلیف چی از جادن پد می اول تصمیم گرفتیم تو همون جا بخوابیم.
به گستشنه، گفتیم اشکال نده ما اینجا تو ماشین دو ساعت بخوابیم. گفت نه. بعد اومدیم تو ماشین دیدیم نه، این مشکل فکر نمی کنیم حل شدنی باشه. برگشتیم دیگه، برگشتیم اومدیم ساعت 3:30 برگشتیم خونه. بعد فهمیدیم که یک جایی، یعنی ما از 250 مایل از دالاس تا هوستون، ما 200 مایلش رفتیم، ولی در 50 مایلی یه جایی به نام کورسیکانا، ما به اون کورسیکانا 5-6 مایل مونده برسیم. توی اون کورسیکانا آب اومده بالا، جاده رو گرفته، شنیدم 1000 تا ماشین تو آب بوده. و دیدن بچه‌ها که قطاری کلن چرخیده به پهلو، یعنی نه که یه واگنش ها، از اون لکوموتیوش واگن اولش تا واگن آخرش چرخیده به پهلو. پرال نتونستیم دیگه مسافرت دالاسمون به این خستگی و اینها انجامید و تموم شد. در خبرها اومده بود که حرارت در کره زمین در حال افزایشه، به خصوص بعضی جای خاصی، یعنی در همه جای زمین یکسان افزایش پیدا نمی‌کنه، در بعضی جای افزایش بسیار شدیدتره، از جمله در کشورهای کنار خلیج فارس و عربستان سعودی. در این کشورها گرما اونقدر زیاد میشه در سالهای آینده که اصولا دیگه قابلیت سکونت رو از دست میدن. ممکن نفر بگه که آقا من خب توی خونم کولر دارم، ایسی دارم، توی ماشینم دارم، سرکارم دارم، پس تعطیل نمیشه که. ولی بالاخره شما میخواید از ماشین پیاده بشید برید یه جای دیگه، از اینجا میخواید برید اونور، فکر کنید که یه لحظه برقتون رفت چی؟ همین هفته پیش که من اینجا برنامه داشتم برق ما رفت، برای مثلا فرض کنید 4-5 ساعت رفت. خب البته هوا گرم نبود، خنک بود، اذیت نشدیم، ولی روز هم هنوز بود، تازه غروب شده بود، اونم باز اذیت نشده. ولی اگر هوا گرم بود خب چیکار میکردیم؟ میامدیم بیرون، بازم گرم بود، تو هم میرفتیم بازم گرم بود دیگه، نمیشد. و به هر حال امکان این داره که عملیات حج تا چند سال دیگه غیر قابل اجرا باشه. حالا خدایی که جهان رو به قول مسلمان ها اداره میکنه، حالا اگر یه کاری کنه که مردم نتونن حج برن، پس اون وقت کی با خدا می جنگه معلوم نیست دیگه. یکی همین آقای یکی از این طنز نویسی‌ها نوشته بود که جرثقیل افتاد رو خانه خدا، یا اون نزدیکی افتاد، خدا رحم کرد که روی سر خدا نیفتاد، اگه خود روی سر خدا افتاد بود الان بی خدا شده بودیم. حالا شاید هم افتاده، چون که خدا که جیغ نمی‌کشید وقتی روی سرش بیفته، داد بیداد که نمی‌کنه که، شاید افتاده و ما توجه نکردیم. اجازه بدید یه پیام دیگه هم داشتیم، این پیام هم گوش بدیم بعد بریم سر بقیه این مطلب. خب متاسفانه من اشتباه کردم و دکمه ای رو زدم که نباید میزدم و مثل که این پیام پاک شده. زودی یه بار دیگه کوشش کنم ببینم میتونم پیام رو بگیرم یا نه.
جناب نینوی، من مرتضی هستم، دکتر مرتضی و محمدی هستم. یه بار رو خطتون در دفاع از قانون اساسی حکومت پارلمانی آقای دکتر نصر احمدی زنگ زدم. ایشان دیگه برنامه ندارم با شما، چجوریه؟ و برنامه خیلی خوبی بودش با ایشون، امیدوارم که دوباره اینو تکرار بکنیم و از ایشون دعوت بکنید و حتی لازمی اشو که میدونم ایشون هم پولم بگید که بیان بایی قدر خوبه، ولی من روزشو ندارم بکنم، ایشون میدونم چرا. در صورت امیدوارم که من برنامه ایشون رو دوباره مطالب شما رو با ایشون رو دوباره بتونم برداشت مستفید بشم. بیش از این مزهنگه میشم 530-850 بله. آقای مرتضی آقا محمدی عزیز بودن که زمانی که من با آقای دکتر نصر احمدی برنامه داشتم، ایشون از هواخواهان شدید آقای دکتر نصر احمدی بودن. حالا من که آقای دکتر نصر احمدی رو دوست دارم، ایشون دوست صمیمی، البته غیابی دوای هم دوست هستیم دارم، ولی حرفاشون مفید نبود. آقای مرتضی آقا سلطانی حرفاشون مفید نبود. اولا من میدونم، مطمئنم که شما همون قانون اساسیشو به دقت نخوندید، اغلب نخوندن، یه دو سه صفحهشو میخونن، وسطش میخونن، آخرش میخونن، فکر میکنن خوبه. ایشون نوشته بود که کسی میخواد داوطلب پادشاهی بشه، دوره پادشاهی 8 ساله. آخه کدوم کشور پادشاهیش 8 ساله؟ بعضی هم اولش نبودید، من همه قانون اساسی همه کشورها رو خوندم و از اونا استفاده میکنم. بعد آقای مرتضی آقا محمدی عزیز، قربان شما برم، نوشته بود که اگر بر پادشاهی چیز شد، انتخابات شد، اون مجلس خبرگان میاد 3 نفری که بیشتر رأی دارن از بین اونا انتخاب میکنه، بین اونا یک امتحانی در حد دیپلم میگیره، بعد یکی رو انتخاب میکنه. آخه اینا با عقل جور در نمیاد که ما از خودمون باید درست کنیم؟ مگه همه چی باید از خودمون درست بکنیم؟ مگه از خود درست کردن آدم باید مطالعه کنه اون مال کشورهای پیشرفته رو، اونا رو پایین و بالا کنه، بعد یه چیزی دونسته در اون ردیب، نه از خودش یه چیزی دونسته. ببینید همون اسمش، آخه چرا باید ما یه چیزی رو عوض کنیم؟ یک کلمه ایست به نام پارلمان که همه دنیا این کلمه رو میشناسن. حالا در ایران این اسمش گذاشتن مجلس شورای ملی، اگه پارلمان میذاشتن بهتر بود به نظر من. حالا گذاشتن مجلس شورای ملی، حالا ایشون گذاشته رایستان. ببینید آقای دکتر مرتضی آقا محمدی، ببین عزیز من، نارنج رو میگن نارنجستان، قلمه رو میگن قلمستان، کاج رو میگن کاجستان، سرو رو میگن سروستان، ولی رایه که نمیگن رایستان. که آخر رایه که یک چیزی جسمانی مثل درخت سرو و درخت نارنج نیستش، که چیز فیزیکی نیست، که رای یک عمله. اینه باید بگیم ورزشگاه، دانشگاه، پرورشگاه. بعد وقتی صحبت می شد همه، ببینید آقای دکتر ناصر، آقای دکتر مرتضی آقا محمدی عزیز، ببینید من به شما بگم، گفتم چندین بار، ببینید 3 گروه نمیتونن در مسائل آینده ایران خوب قضاوت کنن. یکی اونایی که رسوب مسکویی تو مغزشونه، به هر شکلی گرایشات کمونیستی دارن، گرایشات مسکویی دارن. ممکنه که کسی گرایشات چپ داشته باشه، گرایشات چپ یعنی مثلا حزب دموکرات و جمهوری خواه، میگیم این دو تا حزب، یکی مثل حزب جمهوری خواه راستگراست، یکی مثل حزب دموکرات چپگراست. یعنی چی؟ یعنی اونی که چپگراست توجه به توده متوسط و ضعیف جامعه داره،
اونی که راستگراز توجه به مردم پولدار جامعه داره، یعنی جمهوری خواه همش میخوان پولدارا وضعشون درست باشه، دموکرات ها میخوان طبقه ضعیف و متوسط وضعشون درست باشه. مثلا میان میگن آقا ما چرا تکس از پولدارا بیشتر تکس نگیریم، بیشتر مالیات نگیریم، چرا مالیات طبقه ضعیف رو کمتر نکنیم؟ مثلا همین اوباماکری که درست کرد آقای اوباما، یعنی به هر حال یک کسی در حد حدی هست با یه مبلغی، گاهی وقتا مثلا تا 150 دلار در ماه بیشتر نیست، گاهی وقتا بیشتر میشه، البته بستگی به موضوع و مورد و اینا داره، ولی گاهی وقتا تا 150 دلار در ماه. 150 دلار در ماه بیمه سلامتی، یعنی شما اگه قلبتون عمل خواست عمل بشه با همین 150 دلار میرید قلبتون عمل میکنه. خب این یک کار حمایت از مردمان ضعیفه که چپه، این خوبه، اما مسکوی بودن بده. مسکوی بودن یعنی ما بیایم چیزامونو بدیم به مسکو، یعنی بگیم که ما باید به منافع مسکو بیشتر از منافع خودمون فکر کنیم. همونطور که مثلا حزب توده در مبارزات نفتی آقای احسان طبری نوشتش که کشور همسایه ما دولت شوروی در ایران یک حق و حقوقی داره و ما باید نفت شمال رو بدیم به اون. میدونی؟ یعنی دادن منافع ملی به مردم، به غریبه ها، به مسکو. کسی که این رسوب تو مغزش داره نمیتونه آدم خوبی برای آینده ایران باشه. اگر هر کسی از بینندگان من این رسوب توی مغزشون دارن، لطف کنن، خواهش میکنن به خاطر مام وطن، به خاطر ایران، به خاطر ملت ایران، اون رسوب رو پاک کنن مغزشون. یکی رسوب مکه‌ایه، اون کسی که امام جعفر صادق و امام موسی کاظم تو ذهنشن، خب هیچ وقت نمیتونه نادرشاه افشار و کریم خان زند رو آدم بدونه. همونطور که آخونده رفتن پری کریم خان گفتن آقا شما گبرید مگه؟ گفت چرا؟ چون چرا نمیاد روزت و صفا و نمیاد از این کتاب های بار و لنوار اینا رو بخونید؟ چرا میدونید چهره شاهنامه رو میخونید؟ خب اینا رسوب مکه تو ذهنشونه. اینا که رسوب مکه است، اونی هم که میره تو امام رضا پول میریزه، اونم رسوب مکه تو کلشه، چون امام رضا هم یک شعبه مکه است. اونم که میره قوم، اونم رسوب مکه است. اونی که میگه میره امام حسین، اونم رسوب مکه است. تو اینا بخشایی هستن از اسلام که مکه منظور اون سر اسلامه. این دو گروه نمیتونن برای آینده ایران خوب باشن. یکی هم آقای مرتضی، آقا محمدی عزیز، خوب توجه کنیم. یکی هم کسانی که خودشون رو انقدر بزرگ میدونن که خدمات دیگر مردم رو کم ارزش میبینن و در این راه گاهی مرتکب دروغ هم میشن، عمدن دروغ میگن. مثلا فرض کنیم که آقای رضا شاه یه زمانی به شوخی یا جدی گفته در خانواده قاجاره دو تا مرد بود، یکی خانم انیس الدوله، یکی هم آقای آقا محمد خان قاجار. حالا اگر یه نفر بیاد بگه در خانواده قاجار رضا شاه گفت یه دونه مرد بود، اونم انیس الدوله بود، خب این یا به نظر من که نمیتونه بگیم نمیدونه، میدونه حتما، پس داره دروغ میگه. یا یک کسی میگه مثلا دانشگاه جندی شاپور از زمان ساسانیان ساخته شده بود، همینطوری ادامه داشت. زمان رضا شاه هم دانشگاه جندی شاپور بود، زمان ناصرالدین شاه هم بود، زمان محمد رضا شاه هم بود، پس بنابراین قدیمی ترین دانشگاه ایران جندی شاپوره، پس رضا شاه کاری نکرده دانشگاه ساخته. خب این مرتکب دروغ میشه. آقای مرتضی آقا محمدی عزیز، قربونت برم، یک دارم فکر کن، این شخص مرتکب دروغ میشه، برای که این دانشگاه جندی شاپور قدیمی ترین دانشگاه دنیا در زمان شاپور ساخته شد، در زمان ساسانیان ساخته شد، تا چند سالی هم ادامه داشت. بعد که حمله عرب شد اون دیگه دانشگاه تعطیل شد و خراب شد، همه کتابای ایران رو سوزوندن. دانشگاه بدون کتاب هم مگه میشه؟ بعد سالها بعد آقای محمد رضا شاه دستور داد به جای دانشگاه جندی شاپور که توی دسفول بود، یه دونه دانشگاه به نام جندی شاپور ساختن تو اهواز. حالا میگیم دانشگاه جندی شاپور از زمان ساسانیان تا امروز هر همش کار کرده، خب این دروغ داریم میگیم. این دانشگاه جندی شاپور در زمان اعراب نبود، در زمان
یعقوب لیث صفار نبود، در زمان نمیدونم سلجوقیان نبود، در زمان غزنویان نبود، در زمان صفویه نبود، در زمان افشاریان نبود، در زمان زندیان نبود، در زمان قاجاریان نبود، در زمان پهلوی، در زمان رضا شاه هم نبود. محمد رضا شاه دوباره یه ساق یه دانشگاهی به نام جنیشاپور تو اهواز درست کرد. بعد بیا میگیم نه، رضا شاه اصلا دانشگاه درست نکرد، دانشگاه همه بود، جنیشاپور بود دیگه. بعد اینا همه رو جمع کردن. آخه ببینید، من اجازه بدید با اجازه شما، حالا که بحث اینجا رسید، من بخشی از خدمات رضا شاه به ایران رو بخونم براتون. اگر کسی خدمات رضا شاه به ایران رو ندید، میگیره میگه ولش کن اومده. اگر کسی دروغ میگه، میگه رضا شاه دو دفعه پای پیاده رفت مشهد، خب من چی بگم به این آدم؟ این آدم چرا این دروغ رو میگه؟ به خاطر اینکه رضا شاه و کوروش و داریوش و نادر و نمیدونم کریم خان، اینا من جزو آدم نمیدونیم، چون خود که اینقدر بزرگ میدونه که اونا به نظرش نمیان. خب اینجور آدم ها نمیتونن در آینده ایران دخالت داشتون، مگر اینکه خودشون رو اصلاح کنن. حیفه، اینجور آدم ها حیفن، اینا سرمایه های ملی هستن، اینا دانششون خیلی زیاده، اطلاعاتشون خیلی زیاده، ولی اون غرور خود بزرگ بیری رو باید از خودشون پاک کنن. همونطور که من میگم اونایی که رسوب مسکویی دارن باید رسوب هم مغزشون پاک کنن، اونایی که رسوب مکه‌ای دارن باید رسوب پاک کنن، اونایی که رسوب خود بزرگ بینی دارن اونم باید رسوب رو پاک کنن، وگرنه نمیتونن با من و شما و دیگران کار کنن. اونا ماها رو آدم حساب نمی کنن. خدمات رضا شاه رو من میخونم. ببینید، به آقای محمد رضا شاه میگن که ایشون با آخوندها زیاد میدون داد. البته آقای محمد رضا شاه با آخوندها احترام گذاشت، ولی چجوری اومد اصلاحات ارضی کرد؟ در افتاد با چرا آقای خمینی با آقای محمد رضا شاه در افتاد؟ برای که آقای محمد رضا شاه به نفع مردم ایران اصلاحات ارضی کرد، گفت زمین هایی که زراعتی دین میکنن مال دعاته و ارباب هیچ کاری روش نمیکنه، اینا باید پخش بشه بالا زارعی. ببینید، زمین های زراعتی دو جوره خانم آقای. یه جور زمینی است که صاحب زمین روش کار میکنه، یه جور زمینی است که صاحب زمین اصلا نمیفهمه که دونه کاشتن که نکاشتن، چی شد چی نشد. اونی که صاحب زمین کار میکنه روش، اونی که صاحب زمین کارگر میگیره بیل میزنن، صاحب زمین تراکتور میزنه میگیره، یا به جای کارگر بیل میزنه تراکتور میگیره شخ میزنه، صاحب زمین به زمین کود میده، صاحب زمین میره قلمه درخت میخره میده به اونجا بکارن، آب میخره به اونجا آب میده، این صاحب زمین کار میکنه رو زمین، این مال خودش. اما اون صاحب زمینی که رفته در لندن زندگی میکنه و رعیت داره، پدر خودشو در میاره میکاره و سر سال میاد ببینم کدوم ده چقدر گندم داره، جمع کنیم اینا، سهم من رو بفرستید کامیون کنید ببرید فلان جا بفروشید فلان، این کاری نکرده برای زمینش. آقای محمد رضا شاه گفتن اینجور زمین ها مال مردم، پولش هم به صاحبش میدیم، به قسطی، به صورت قسطی میدیم، یا سهام کارخونه بهش میدیم، هر کدوم میخواد. منظورم که آقای محمد رضا شاه اولش که پایه‌های سلطنتش محکم نبود، آقای محمد رضا شاه وقتی پادشاه شد که روس و انگلیس اینجا رو تصرف کرده بودن، انگلیس‌ها دنبال این بودن که حمید قاجار پسر ولیعهد احمدشاه، پسر محمد از حسن میرزا رو بیارن پادشاه کنن، پادشاهی رو از پهلوی دوباره برگردونن به قاجار. رفتن با اون محمد حسن میرزا و اون پسرش حمید میرزا ملاقات کردن. انگلیسی‌ها دیدن این حمید میرزا اصلا یک کلمه فارسی بلد نیست، گفتن آقا ما پادشاهی که اصلا فارسی بلد نیست که نمیتونیم بفرستیم ایران. که روسا معتقد بودن که باید جمهوری بشه، محمد رضا شاه به زور فروغی پادشاه شد. وقتی پادشاه شد قدرت نداشت، قدرت نداشت، همه کارا دست نخست وزیر و وزیرا بود، اونها بودن که همه کارا رو میکردن. اگر به آخوندا میدون دادن اونها دادن. محمد رضا شاه وقتی 20 سالش بود پادشاه شد قدرتی نداشت. بعد از سال 27 که تو مجلس حزب توده ترور، قصد ترور نافرجامش کرد،
یک متمم قانون اساسی تازهی درست کردن که به محمد رضاشاه خیلی قدرت دادن. بعد محمد رضاشاه از این قدرت استفاده نکرد تا بعد از رویداد 28 مرداد که وقتی که با آقای مصدق برابر قانون اساسی با آقای مصدق نوشت تو عزل شدی، آقای مصدق اومد توی رادیو و گودتای در کار بود خونسا شد، آقای محمد رضاشاه دید فرمونشو که قانونی هست آقای دکتر مصدق قبول نداره، مملکت به گذاش رفت از ترس و جانش که این که قانون دستور من عمل نمی کنه و آقای مصدق دستوری که عمل نمی کردی چی؟ بودجه دربار روز به روز کم می کرد، تعداد نگهبان های دربار روز به روز کم می کرد، وزیر دربار رو که همیشه شاه تعیین می کرد گفت من تعیین می کنم، خیلی کارهای دیگه کرد و محمد رضا شاه فکر خب می کشدش دیگه. آقای محمد رضا شاه همیشه یادش به نیکولا پادشاه روسیه بود که آقای لنین با وجود که نیکولا از پادشاهی استعفا داده بود و رفته بود یک گوشه ای توی ملک خودش زندگی میکرد، آقای لنین فرستاد شاه و ملکه و فرزندانش و پزشکش و مستخدمینش رو همه رو کش کرد. آقای محمد رضا شاه این تو ذهنش بود و میگفت خب من میرم، رفت. ولی در جایی که قدرت گرفت اومد آخوندها رو قدرت ازشون گرفت و اصلاحات ارضی درست کرد، طلاق اینا. حالا از روی خدمات رضا شاه رو بخونم. با خدمات من از روی این بیارم که همه با هم بخونیم. این تیتره، این مجله تهران، مال جدید نیست، مال قبل. با خدمات رضا شاه کبیر بیشتر آشنا شوید. ببینید من نمیخونم، هر کی میخواد قلم کاغذ برداره یادداشت کنه چون خیلی اینا چیز مهمی. رضا پهلوی متولد 24 اسفند 1256 خورشیدی در آلاشت، رضا پهلوی منظورمون رضا شاست، در آلاشت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران در بهرحال به دنیا اومد. حالا من خدمات شده رو بخونم. بهش میگفتن که آره معروف به رضا خان، رضا خان میرپنج، رضا خان سردار سپه و پس از آن رضا شاه و رضا شاه کبیر شاه ایران شد و بنیانگذار خاندان پهلوی بود. پادشاهی رضا شاه پایان فرمان روایی قاجاریان و آغاز دوران سلطنت پهلوی بود که تا که با انقلاب 1357 ایران به پایان رسید. حالا این شرحالش من اینا رو نمیخوام بگم، میخوام خدماتش رو بگم. آقای رضا شاه در سال 1304 به پادشاهی رسید. ببینید من براتون بگم، یعنی تقریبا 1304 یعنی تقریبا 20 سال بعد از مشروطیت، چون 1285 قانون مشروطه تصویب شد. بله اینو من با اجازه شما جواب نمیدم چون نمیدم کی. خب گفتیم خدماتشو بگیم. دستور به سر گذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و عمامه به همه مردم در سال 1303 خورشیدی در پست نخست وزیری، یعنی وقتی نخست وزیر بود دستور داد زنها چادر رو بردارن و مردها هم همه این لباس رو متعدل شکل بپوشن، چون که اگر قبل از اون مردم هر منطقه از ایران یه جور لباس میپوشیدن، یعنی مثلا بعضیشون کمربند، مثلا در کمربند منظورم کمربند اینطوری نیست، یعنی شال میبستن دور کمرشون،
یعنی پارچه مثلا رنگی رو دور کمرشون بستن، بعضی رو کلهشون کلا میذاشتن، کلا نمدی میذاشتن، بعضی رو کلا پوستی میذاشتن، بعضی رو یه عمامه کوچیکی میبستن، هر کدوم یه شکلی بودن. کفشای گیوه بود، یه جور کفش بود، یکی نمیم چیزای مختلف بود. رضا شاه در هنوز که نخست وزیر بود، وزیر نشده بود، دستور داد همه لباس ها متعدل شکل بشه. کشف حجاب، تغییر لباس زنان از پیچه و روبنده به لباس و کلاه فرنگی و باز کردن صورت، ایجاد دادگستری در بهمن 1305. ببینید تا قبل از این دعاوی دعوا بین دو نفر که اختلاف میشد، میرفتن پیش آخوند شهر. آخوند شهر معمولا طرف اون قدرتمندره میگرفت، چون از اون بیشتر بهش پول میرسید. آقای رضا شاه دادگستری درست کرد، گفت هر کی ورکه دعواشو به تو کار دادگستری. تأسیسات قشون متحدون شکل به ارتش در سال 1300، یعنی هنوز کاری نشده بود، سردار سپه بود که دستور داد همه این لباس ارتش یکی بشه، همه متحدون شکل بشن. قبل از اون جاندار بود، قزاق بود، نمیدونم چیزای مختلف بود، همه رو یکسان کرد. البته جاندارم ها سر جاشون بودن. تدوین اولین قانون مدنی ایران در 3 جلد، جلد اول در اموال 1307، جلد دوم در اشخاص 1313 و 1314، جلد سوم در ادله اثبات اعتاد. سامان بخشی به ثبت اسناد و املاک به صورت فعلی در سال 1111. ببینید حد و حدود زمین مردم معلوم نبود که اینجا باقی آقای مثلا حاجی حسین عبدالباشیه، اینجا باغ بیچاره اسقره. این باغ اگه هی میامد این طرف هیچ که جلوش نمیتونست بگیره. ثبت اسناد درست کردن، یعنی همه زمین ها رو مساحت کردن، هر زمینی، هر خونه ای، هر باغی مساحتش چقدر، طول چقدر، عرض چقدر، کجاست، فلان مساحت چقدر. این ثبت اسناد بود. بنیانگذاری ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه در سال 1304. دیگه واضحه دیگه، دستور داده هر کسی یه نام و یه نام خان. قبلا مثلا فرض کنیم میگفتن حسین سکله، حالا کلش بزرگ بود گفتن حسین سکله، یکی دیگه میگفتن مثلا تمیق تقی دماغ، دماغش بزرگ بود، یکی مثلا بهش میگفتن حسین چرخی، یکی بهش میگفتن حسین یخی، یکی بهش گفتن حسین محمد، یعنی حسین پسر محمد. هر کسی یه اسم اینجوری داشت، اومد برای همه یه نام و یه نام فامیلی درست کرد، اجباری کرد. لغو کاپیتولاسیون برای همه اتباع خارجی 21 اردیبهشت 1307. ببینید کاپیتولاسیون در جنگ، دو تا جنگ بین ایران و شوروی در گرفت، در زمان فتحعلی خان قاجار. در یک جنگ قرارداد گلستان بسته شد، یک بسیاری شهرها، میگن وقتی شهرها میگن یعنی منظور استانهاست، چون موقع بودن کشور ایران بودن ایران شهر، یعنی کشورها رو به اونا وارد کردن. یعنی الان مثلا فرض کنید تاجیکستان الان یک کشوره، اینو دادیم به اونا. ترکمنستان یک کشوره، اینو دادیم به اونا. اینا اومدن گرفتن، بعدم یه قرارداد دیگه بستن به نام گل ترکمن جای، دوباره با ایران جنگ کردن. همون پادشاه که در همون جنگ از همون شخص شکست خورده بود، دوباره به زور گفت میخوام جنگ کنم، دوباره شکست خورد. و بعد که شکست خورد، سرزمینا که رفت، یه قرارداد کاپیتولاسیون درست کردن که شما نخبه ها همه تو میدونید کاپیتولاسیون چی، یعنی اگر من با یک تبعی روس دعوا میشد، نباید میرفتم مثلا فرض کنیم که پلوی مقام های قضایی ایرانی، باید میرفتم تو کنسول روس اونجا شکایت میکردم. خب کنسول روس که خب معلومه که طرف منه نمیگیری که. اسکان اشکایر، براندازی خانسالاری ملک و طوایفی، بنیانگذاری بانک سپه، نخستین بانک ایرانی اول اردیبهشت 1304. ببینید بانک در ایران، بانک مال انگلیس و روس بود. رضا شاه اولین بانک ایرانی رو، بانک سپه رو ساخت. ساخت راهن سراسری ایران از خلیج
فارس تا دریای خزر، آغاز 33 مهر ماه 1306، پایان 1317، یعنی 11 سال این کار طول کشیده تا خط آهن سراسری به طور طبیعی از بندر شمال کشور به بندر جنوب کشور کشیده شده. حالا آقای دکتر مصدق اصرار داشت از تبریز به مشهد بکشه. از تبریز به مشهد چه کار اقتصادی برای ایران انجام میشه؟ یا مثلا فرض کنیم که از مشهد به شیراز بکشه، چه عمل اقتصادی در اینجا انجام میشه؟ ولی وقتی از بندر خزر تا بندر خلیج فارس میکشیم، کار اقتصادی انجام میشه. کالاهایی که از این بندر با کشتی وارد میشه، با کشتی میاد به تهران، اونایی که از اون بندر ببخشید، کالاهایی که این بندر وارد میشه با هوا با راهن میاد به تهران، اونایی که از اون بندر میاد اونها با راهن میاد به تهران. بعدا به رضا شاه اینجوری بستن. ببینید ما ملت ایران یکم فکرمون غلطه. حالا درباره فکر غلطمون من حالا حرفای زیاد دارم. ببینید گفتن که به رضا شاه این خلی این راهن این برای این کشیده که مثلا فرض کنیم که چه سالی شروع شده راهن؟ 1306. یعنی در سال 1320 جنگ جهانی اول در ایران به تاریخ ایرانی 1320 اینجور. یعنی میگن رضا شاه مثلا 15 سال قبل پیش بینی میکرده که جنگ میشه و امریکایی‌ها میخوان اسلحه بفرستن برای شوروی، این خط آهن درست کرده که اونا اسلحه ببرن. ببینید چقدر ما فکرمون پایینه. بنیانگذاری بانک ملی ایران در 12 اردیبهشت 1306 یه بانک سپه درست کرد، بانک ارتش بود، یه بانک ملی درست کرد، بانک دولت که حقوق کارمنده اینا از اینجا میومد. بنیانگذاری بیمه ایران در 1300، من دیگه روز و ماهش نمیگم، در 1314، جاده سازی، پل سازی و تونل سازی در کشور، بنیانگذاری بانک فلاحتی، بانک کشاورزی در 1312، بنیانگذاری رادیو ایران، نخستین اسکار رادیو ایرانی در 1318، بنیانگذاری خبرگذاری پارس 1313، بنیانگذاری دانشگاه تهران، نخستین دانشگاه ایرانی در ایران، بزرگترین دانشگاه خاورمیانه در سال 1314، تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی. قبلا تقویم ما از روی ذوالحجه و ذوالقعده و نمیدونم جمادی الاول و جمادی دوم و جمادی سوم بود، اومد تقویم جلالی رو آورد اونو گذاشت و تازه اسمها رو عوض کرد. اسمها رو از اسمای قدیمی به اسمای اوستایی برگردون. میدونی تقویم ایران اینجوری بود، حمل و ثور و جوزا، فروردین و اردیبهشت خرداد، یعنی گوسفند و گاو و دو پیکر. گاو آخر اسم ماهه. مگه ما عربیم که سوره بزرگترین سوره قرآن رو بدونیم بقره، یعنی ماده گاو؟ مگه عقرب اسم ما میشه؟ ما ماه عقرب شدیم. اومد همه رو اسمای اوستایی گذاشت، فروردین اردیبهشت خرداد، تیر مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به فرانسه، آلمان و انگلستان. 60 در سال 1301، در حالی که خودش تنها یک مسافرت خارجی کرد، آنم ترکیه. ساماندهی تعرفه گمرکی و واریز درآمدهای آن به حساب دولت در سال 1315. در زمان قاجاریه میدونی گمرک ایرانو اجاره میدادن به روس، 10 ساله پول میگرفتن که شاه بره فرنگ. گمرک جنوب میدادن به انگلیس، 15 ساله شاه بره بفرنگ. رضا شاه گفت گمرک تعرفه، تعرفه یعنی اینطوری که هر کس هر چی گفت بده که نیست که. آقا اجناس آهنی مثلا باید اینقدر درصد بدن، پارچه ها اینقدر درصد بدن، پارچه های مثلا لوکس اینقدر درصد بدن، اون چیزایی که در ایران
ساخته میشه اینقدر درصد دادن، اونایی که ساخته نمیشه اینقدر درصد دادن. همینا تعرفه بوده. تعرفه یعنی جدول پرداخت حقوق گمرکی. اتومبیل بنز مدل فلان قبض بده. مال تو موقعی بنز نمیونه اینا. تشکیل موزه خزانه جواهرات ایران پشتوانه اسکناس در سال 1316. جواهرات سلطنتی گاهی وقتا به نظر شاه فکر میگنه مال خودشونه. اینا اسمش بود جواهرات سلطنتی، اینا مال ملت ایران بود. آقای رضا شاه که این همه بهش بدی میگن، این جواهرات رو مونده یه موزه درست کرد. جواهرات که تو دربار بود همه از دربار منتقل کرد به اون موزه و گفت این پشتوانه اسکناسه. سرکوبی شیخ خزل در خوزستان و بازگرداندن این خطه به دامن میهن آذر 1303. بریتانیا از شیخ خزل حمایت میکرد و رضا شاه را تهدید هم نموده بود. ببینید رضا شاه اینقدر باهوش بود، اینقدر باهوش بود که میدونست اگه به شیخ خزل مستقیما حمله کنه بلافاصله انگلیسی ها واکنش نشون میدن و اونا میان همونطوری که قبلا کرده بودن ناوگانشون میارن اونجا، توپاشون رو به ایران میگیرن، میگن اگه اینو بگیریم ما فلان میکنیم. هی بریتانیا خبر داد که کار نداشته باشه این خزلا. گفت باشه. گفت اما مدال داره. گفت باشه. گفت با ما قرارداد داره. گفت باشه. گفت کاری ندارم، خاطر دارم بهش کار ندارم. پاشد رفت گفت میخوام برم دیدنش. دیدنش که مشکلی نیست که. دو تو ارتش ایران رو فرستاد نزدیکی اونجایی که اهواز که شیخ خزل اونجا بود. بعد خودش رفت به دیدن شیخ خزل. انقدر این ابهت داشت که با 3-4 نفر که رفت اونجا همه تفنگچی‌های شیخ خزل رو پشت بوم‌ها درخت‌ها بودن. کسی جرأت نمی‌کرد به این تیر بزنه. اگه تیر زده بودن رو کار تموم شده بود. رفت به دیدن شیخ خزل. به شیخ خزل گفت چرا مالیات نمیدی؟ اولی حرف زد. گفت چه از خودم مالیات میدم. یه مقدار نشست و صحبت کرد و موند و رفت. یه سری قشون که گذاشت اونجا گفت شیخ خزل اینا مهمون تو هست، مواظب باش. جزو اونا یک کسی بود اونا فضل‌الله زاهدی. فضل‌الله زاهدی به شیخ خزل گفت ما رو نشب مهمون کن. مهمون کرد تو کشتی تفریحیش، شراب داد، مشروب داد، همه خوردن، رقاصه آورده بود. گفت آقا بده این نگهبانه بیچاره میشون بخورن اونا یه حال کنن دیگه. اونم داد نگهبانا همه که مست شدن اومدن شیخ خزل رو یه علامت دادن. سربازایی که آماده بودن از نردبون کشتی اومدن بالا، شیخ خزل دست پتو بردن، هیچ کس نفهمید. وقتی اومد تهران انگلیس‌ها فهمیدن شیخ خزل تو زندانه تو تهران دیگه، نه ناوی میتونستن تکون بدن نه ناوچه‌ای. تأسیس فرنگستان ایران برای تقویت زبان ادب فارسی در 1314. تأسیس بانک رهنی. پس این سه تا بانک، اول بانک سپه، بعد بانک ملی، بعد بانک رهنی. قبل از این چی بود؟ بانک شاهی و یه بانک دیگه، بانک بازرگانی. اینا یکی شمال روس بود، یکی شمال انگلیس. دقیقا نمیدونم. تأسیس نیرو دریایی در 1311. آموزش افسران ایرانی در ایتالیا در شرایطی که تا سال 1312. تأسیس مدرسه دخترانه و راهپیمایی بان و راهنمایی بانوان دانشسرای عالی در سال 1314. تأسیس سازمان غلات و محصولات کشاورزی در 1315. آقای احمدجا غله رو یعنی گندم رو می‌خرید، انبار می‌کرد تو انباراش. بعد مردم دوچار قحطی می‌شدن. این در یک جای در تاریخ نوشته شده. بزرگان تهران، بازرگانان خیر تهران یه پول گذاشتن، گفتیم بریم یه مقدار غله بخریم، نون درست کنیم، مجانی بدیم به مردم، چون مردم دارن میمیرن. اومده از احمدشاه گندم رو بخرن. مثلا ناصر کاردار احمدشاه گفت مثلا گفتن گندم مثلا خرواری چند میدی؟ حالا خروار ممکنه میگفتن کیلوی چند میدی؟ گفت مثلا کیلوی فرض کنیم که 20 سنت میدم. گفتن باشه، مثلا ما
10,000 کیلو میخریم. رفته اومد گفت نه ببخشید 35 سنت میگم. گفتم باشه بده. رفته اومد گفت نه 50 سنت میگم. 50 سنت خریدم. یعنی مردم خیر تهران از پادشاه خودشون گندم رو به 3 برابر قیمت میخرن که پخش کنن بین مردم که مردم از گرسنگی نمیرن. حالا رضا شاه چیکار کرد؟ تأسیس سازمان غلات و محصولات کشاورزی در سال 1315. یعنی چی؟ یعنی دولت محصول گندم رو وقتی زیاده یا جو یا دیگر محصولات رو از کشاورزان میخره، میبره اون تو انبار میکنه، بعد به قیمت مناسب به نوبه ها میده. یعنی وسط کسی نمیتونه احتکار کنه. لغو امتیاز بی قید و شرط فرانسوی ها برای باستانشناسی در ایران در سال 1306. ببینید در زمان قاجارها مظفرالدین شاه و احمد شاه ادامه داشت. فرانسوی ها با دولت قاجار قرارداد بسته بودن که بیان در جای قدیمی ایران حفاری های باستانشناسی بکنن، بعد اگر اشیایی مثل سفال و کوزه و کاشی و اینا در اومد که همه مال انگلیسی ها، این بخش همه مال فرانسوی ها، توجه کردی؟ چون پادشاه قاجار فکر میکردن که یک کاسه سفالی به چه درد میخوره، کوزه یه نمیدونم لابی به چه درد میخوره، این همه مال فرانسوی ها. اما یه چیزی طلا و نقره بود، اون وقت باید نصف پولشو به ایران بدن. خب طلا و نقره در میامد اونا خودشون ارزیابی میکردن دیگه، گفتن یه چیزی طلایی اومد مثلا اگه قیمتش فرض کنی 5000 دلار بود، گفتن 1500 دلار بود نصفش میدیم. نصفش هم به کی میدادن؟ به شاه میدادن، به دولت نمیدادن. موزه لوبر فرانسه بیشتر از همه موزه های ایران اشیاء ایرانی رو داره، به خاطر اینکه فرانسوی ها بدون قید و شرط اینا رو میبردن. تأسیس اداره باستانشناسی و بیرون آوردن بخش عمده پرسپولیس و پازارگاد از زیر خاک، پایگذاری صنعت فولاد، اقدام به ساخت اولین کارخانه فولاد در سال 1309 که متأسفانه آغاز جنگ جهانی به اتمام نرسید. پس رضا شاه میخواست کارخانه فولاد رو درست کنه سال 1309. میدونی در ایران همونطوری که همه چیز رویاست واقعیت نداره، منم بچه بودم جوان بودم همیشه همینطور رویا داشتم که کارخانه ذوب‌آهن میخوام. پس فکر میکنم اگه ذوب‌آهن بیاریم دیگه ماشین و همه چی رو ما درست میکنیم دیگه. تصور نمیکردن که کارخانه ذوب‌آهن فقط تیراهن درست میکنه و مثلا ورق آهن. این آرزوی ملت ایران که به غلط تصور میکردن که ذوب‌آهن همه چیز هست، این رضا شاه اومد انجام داد. منتها اون وسایل ذوب‌آهن که از آلمان خرید، وقتی از آلمان خرید وسط راه انگلیسی ها به عنوان غنیمت جنگی که گرفتن اصلا به ایران نهدن. ایجاد صنایع دخانیات داخلی در سال 1316، راه اندازی اولین کارخانه قند و شکر در 1309، اولین تأسیس اولین کارخانه سیمان در 1912 در نزدیکی شهرالی با ظرفیت 1000 تن در روز. تأسیس اولین کارخانه آرتسازی در سال 1299. تأسیس اولین کارخانه بافندگی نخ و ابریشم در سال 1304. تأسیس موزه ملی ایران در سال 1316. موزه نداشتیم ما که، موزه ملی درست کرد. تأسیس انجمن ملی تربیت بدنی، یعنی همین امور ورزشی اینا، در سال 1313. تأسیس استادیوم امجدیه تهران که شیرودی فعلی در سال 1313. امکان استفاده همگانی از تلفن در سال 1302. مرکز تلفن اکباتان در سال 1316. حمایت واقعی از تولید کار و سرمایه ایرانی، افزایش تعداد شرکت‌های صنعتی ایرانی از 93 شرکت در سال 1310
به 1835 شرکت در سال 1320، توسعه صنایع دیگر 8 کارخانه چرمسازی، کارخانه های جوراب، کشبافی، کبریتسازی، آهنسازی، ریختگری، نجاری، کیسه و حریربافی، رشت، بطری‌سازی، کمپوت و مرباسازی خراسان، کارخانه پنبه اصفهان، کارخانه تهیه تراورس، تراورس چوبایی که زیر آهن می‌ذارن، زیر خط آهن می‌ذارن، و کارخانه قیراندود کردن تراورس کنف، کارخانه تولید صابون و روغن کشی. برحال اینا بود که کارهایی کرده بود دیگه. بله، اینا بخشی از خدمات رضا شاه بود. حالا آقای دکتر مرتضی آقا محمدی عزیز، وقتی آقای نصر احمدی میاد میگه رضا شاه آدمی نبود، کسی نبود، من چی بگم بهش؟ فکر نمی کنید اون رسوبات خود بزرگ بینی توی مغزش رسوب کرده؟ بسیار آدم دانشمندی، خیلی اطلاعات داره، ولی وقتی میاد خراب میکنه، وقتی میاد همه چی فوش میده، چی جوری بیاریم میکروفون رو بذاریم در اختیارش؟ آقای دکتر مرتضی آقا محمدی، شما که میدونید این تلویزیون که مال من نیست، تلویزیون تو که مربوط است به آقای امید امیدوار، امید امیدوار کلی برای این تلویزیون خرج میکنه و براش پول میفرستن، یک سری آدمای کمی هستن براشون پول میفرستن، ولی متاسفانه ما مردم ایران برای کارهای رسانه‌ای پول خرج نمی‌کنیم، در حالی که اصلا مثلا الان براتون میگم آقای گارسیا میخواد اینجا شهردار بشه در هوستون، رئیس پلیس بوده، حالا میخواد شهردار بشه. بیشتر اونایی که براش پول جمع میکنن ایرانیان، ایرانی ها جمع میشن، پول آقا شما 1000 دلار بشه، 2000 به شما، 3000 دلار بده آقای گارسیا بشه شهردار. حالا چرا این کارو میکنن؟ برای که یه جو گیر افتادن، برای میگن آقای گارسیا یا تو ما 1000 دلار دادیم به کمیسیون، به کمپین تو 5000 دادیم کمک کردیم، پس مثلا ما اینجا این خلاف کردیم، یه کارو کن پروندهش ماسمالی بشه. این اتفاق هم میفته، فکر نکنه اینجا امریکا نیست. من یکی از آشناهام در زمان بیل وایت بود، الان شهردار هوستون خانم انیس پارکره، قبلا بیل وایت بود. بیل وایت که بود یه ده جمع شدن، یکی از بستگان من یک مشکلی داشت توی اون مغازه بیزنسش، اومده بودن شکایت کردن، دولت گفته بود این کارو باید بکنه، اینقدر جریمه باید بدی، فلان بدی. یه جلسه گذاشتن، ایشون برای بیل وایت 5000 دلار هدیه کرد. وقتی بیل وایت شهردار شد، اون واسطش، اونی که به ایشون گفته بود پول بده، این داده بود، رفت اون واسطه گفت ببین من این پرونده رو دارم، اونشون رفت زنگ زد کار کردن و فلان کرد، اصلا پرونده ماسمالی شد. الان هم همینطوره، برای اینکه آقای گارسیا بیاد شهردار بشه خرج میکنن ایرانی ها. اصلا چند تا دوستان من هستن که اینا به قول معروف بنیانگذارن، میدوندار این قضیه هم. ولی اگه بگی آقا مایی 50 دلار برای ایتو بده، آو مایی 50 دلار، مایی 50 دلار، اینجوری ما دیگه میریم یه رستوران غذا میخوریم، 4 نفریم، چلو کباب میخوریم، قبلا یه نمیدونم ماست موسی رو نمیدونم فلانی میخوریم، بعد میگیم چند تا نوشابه بیاره، بعد میگیم یه باقلاوا بیاره، چند تا مثلا فرض کنیم بستنی پالوده بیار، مثلا فرض کنیم که نفری 50 دلار میره پول میز میشه، راحت میده 50 دلار به یارو تیپ میده. اما بیایم بگیم آقا برای ایچو پول، برای ایچو 20 دلار بدن، 20 دلار، اوه نمیشه 5 دلار، 5 دلار هم نمیده. من اینو باید هر 2-3 ماه یه دفعه بخونم. بچه که بودیم وای که قهر میکردیم، دبستان که میرفتیم وقتی قهر میکردیم، شما حتما این کار رو میکردید، گفتیم قهر تا روز قیامت عکسام بده عکساتی میدم. معمولا وقتی آشتی بود میدوستونیم، یک دو تا عکس اونو بهش داده بودیم، اونم دوست عکسی رو به ما داده بود، میگفتیم قهر تا روز قیامت عکسام بده عکساتی میدم. حالا من نمیدونم این رژیم اسلامی
رفته 2 سال با آقای با آقایون امریکا و فرانسه و انگلستان و اینا همه صحبت کرده، قهر کرده، آشتی کرده، رفته تو خیابون صحبت کرده، رفتن رستوران غذا خوردن، تو خیابون قدم زدن، نمیدونه همه. حالا یه دفعه آقای خامنه‌ای میگه که هیچ کس حق ندارد با امریکا مذاکره کند. ایوا، یعنی چی؟ از اون طرف میگه که میخوام بریم ایران و امریکا و روسیه بیشن تو سوریه راه حل پیدا کنن. پس چجوری بایشون صحبت کنیم؟ لابد یه پرده میزنیم. از اون میگم من میخواستم به شما اینه بگم ولی حالا نمیگم. اونم میگه من میخوام در جوابتون اینه دادم حالا نمیدم. این چه طرزه؟ دیدی مثلا یه وقتا یه زن و شوهر قهر میکنه، مثلا فرض کنی که بچه اونجا نشسته، حالا بچه کوچولوی حالیش نیست، مثلا بچه 1 سالشه، مثلا به بچه من چرا چای برای من نیاوردی؟ به مامانت بگو چرا چای برای من نیاوردی؟ مامانه میگه که خیلی اخلاقت خوبه، چایم بیارم، خودت برو بریز. حالا تا با عمر نمیدنم اونجوری. آخه این چه کارا چیه آقای خامنه‌ای؟ هی شما بزرگتر میشید، کوچکتر میشید. ببینید موج مهاجران به اروپا سرازیره، میدونید دیگه. دفعه میگم مثلا روزی 10,000 نفر دارن میرن از کشتی و فلان و اینا و اینا، و خیلی ها غرق شدن. الان مثل که اونه که میفرستن کشتی های بزرگتری بهتری وسایلی درست میکنن میفرستن. البته کشتی که چرس کنن، کشتی قایق دیگه، مثلا چند تا قایق رو به هم میبندن، یه کاری میکنن که نزدن. چون اینا این قایقاری که میفرستن اینا دیگه میره، چون که اون برگشتنی نیست. اونا کشورها که اینا رو پس نمیدن، اینه که نمیان. مثلا فرض کنیم که یارو که میفرسته، مردم میرن التماسش میکنن آقا بچه ما رو بگیر مثلا بفرست یونان، اونم یه پولی میگیره، این بچه رو میگیره و یه نفر داره، خودش نمیره که، یه نفر داره برای اون نفر وسیله قایق چیزی فراهم میکنه، یه پول آب غذا و فلان بهش میده، این بچه رو میذاره تو اون قایق، میگه نه که اینو 50 نفر دیگر میذاره، میگه برو، این میره. حالا میذاره بیشترین جمعیت کدوم گروه هستن؟ بیشترین جمعیتی که میرن از سوریه میرن و از افغانستان. چرا؟ برای که از اسلام فرار میکنن. این اسلام چهره واقعی خودش رو در سوریه و در افغانستان نشون داده و در نیجریه هم نشون داده. منتها نیجریه ها حالا دورن، راهشون اونقدر پول ندارن، چون برای رفتن به اروپا پول لازم داره. شما فکر نکنید که همینطوری میری، یه پول میدی میبرن اونجا، اونجا باید پول داشته باشی، سوار قطار بشی، از این کشور بری اون کشور، از اون کشور بری اون کشور، همه این مسیر خرج داری، غذا میخوای، بلیت مسافرت میخوای. بعد شما این پناهنده ها رو عکساشون نگاه کنید، فیلماشون نگاه کنید، همه وضعشون لباسای همه لباسای خارجی دارن، لباسای مارک دار نمیدونم فلان اینا تنشونه. اینا بخش متوسط خوب اون کشور هستن و ضمن به خصوص مال کشور سوریه بخشی هستن که تحصیل کرده و کار کنن. اینا نمیرن سوئد و نروژ که بخورن بخوابن، اینا میرن آلمان که کار کنن. چرا یونان نمیمونن، اسپانیا نمیمونن، ایتالیا نمیمونن؟ برای که این کشورها وضع خودشون خوب نیست. اینا میرن آلمان، چون میدونن آلمان وضعش خودش خوبه، کار بیاده، میرن اونجا. این همه از اسلام فرار میکنن. آقای عسکر اولادی اخیرا گفتن که خیلی جالبه، گفتن که ما در این کشور ایروانی ها رو داشتیم. میدونید ایروانی کسی چی؟ کسی بود؟ ایروانی رئیس کفش ملی بود، صاحب کفش ملی بود. ایشون معروف بود که از نمایشگاه بین‌المللی کفش در اروپا چند جفت کفش میخره، اون کفش ها رو میبره شوروی، نشون میده با اونا قرارداد میبنده، میاد مثلا میلیون میلیون جفت کفش قرارداد میده به شوروی، و کفش ارتش
اتحاد جماهیر شوروی کفش ملی بود. بارها ایرانی ها رفتن اروپا کفش بخرن، وقتی خریدن کفش خوب و با دووم و قیمت خوب خریدن و آوردن دیدن اینجا هاشی گشتن نمیشته کفش ملی. من یادمه که کامیونهای کفش ملی که میخواست بره روسیه روش یه پارچه بزرگ میزدن که این کامیون از کفش ملی داره به صادر میکنه به کشور شوروی. این کامیون ها میامدن دو سه دور دور خیابونهای تهران میگشتن بعد راه میفتدن میرفتن. بعد آقای عسکرالدی گفته که ما آقایون برخوردارها رو داشتیم، حاجی برخوردارها رو داشتیم، ما چرا اومدیم اموال اینا رو مصادره کردیم؟ حالا تازه بعد از 37 سال یادش افتاده. من بگم که این آقای عسکرالدی کیه؟ عسکرالدی مغز متفکر بازاره و از اعضای اولیه حمایت کننده دولت آقای خامنه‌ای خمینی و بعدش هم خامنه‌ای بوده. آقای عسکرالدی آدمیست که تلفنو برداره 4 تا تلفن کنه فردا بازار تعطیله، یعنی اینقدر قدرت داره اونجا. میگه آقا ما چرا این صاحبان صنایع رو مصادره کردیم ازشون گرفتیم؟ ما باید اینا کمک میکردیم اینا کاراییشون بیشتر میشد. ببینید این همین آقای حاج برخوردار خب یک کاسب تاجر بازاری بود، اومد نمایندگی لامپو گرفت، گفت خب کارخونه میاریم لامپو میسازیم، کارخونه آورد اون لامپو تو ایران درست کرد، بعد لامپای فلورسنت رو آورد درست کرد، بعد تلویزیون شاپ لورنس رو توشیبا رو گرفت، بعد کارخونه آورد اونا رو تو ایران درست کرد، رشت کارگاه درست کرد، مدرسه تلویزیون سازی درست کرد، یعنی باید بگیم مدرسه عالیه تلویزیون سازی، هنرستان تلویزیون سازی. یه دیر فرستاد ژاپن، من از بستگانم تو اون بودن میدونم چجوری. اتفاقا این که بستگانم گفت ما رفتیم ژاپن، رفتیم تو اون کارخونه روز اول که کار کنیم، یارو رئیس کارخونه یه جارو به ما داد گفت این زمین جارو کن. ما یه ذره نگاه کردیم، ما اومدیم زمین جارو کنیم. سرپرستمون گفت اینجا اینطوریه، هر کس هر جا کار میکنه اونجا رو باید جارو کنه. ما جارو کرد. گفت مثلا چند ما اونجا موندیم یه مقدار یاد گرفتیم و کار یاد گرفتیم اینا. اومدیم تو رشت یه دهی اومدن داوطلب شدن، اومدن امتحان شدن، قبول شدن که بیان تو مدرسه آقای حاج برخوردار مجانی درس تلویزیون سازی یاد بگیرن. بعد ما روز اول که اینا رو دیدیم جارو دستون داریم، گفتیم جارو کنیم. گفتن اه ما امتحان دادیم قبول شدیم جارو کنیم. گفتیم این جوریه دیگه، اگه میخوای اینجا بمونه اول جارو میکنیم. حالا منظورم این که یک جنبه شوخیش بود، ولی اینجوری بود. اومدم اونجا ساختم. میدونید آقای حاجی برخوردار چیکار کرد؟ نهال بهترین میوه ها رو آورده بود یک مؤسسه کشاورزی جیرفت، دو تا بود، یکی جیرفت مال دولت بود، نمیدونم اسمای آخرش کمی فرق داشت، اون یکی مثلا اون بود شرکت کشت و صنعت جیرفت مال دولت بود، این مثلا شرکت کشت و صنعت و مثلا کشاورزی بود، مثلا یه اینجوری داشت. این مال حاج برخوردار بود. این شرکت که حاج برخوردار بود بهترین نژاد گیاهان پرتقال نمیدونم انگور فلا اینا رو از خارج می آورد، توزیع می کرد، می داد به اون باقایی که بودن بکارن و بعد می فروخت. اولین کارخونه بسته‌بندی شده یه میوه‌ها، ببینید اینجا مثلا فرض کنیم که شما وقتی که مثلا فرض کنیم که مثال بزنم تخم مرغ می‌خرید، تخم مرغ‌های توی جعبه همه یک اندازه است، یه نوشته سایز معمولی، یه نوشته سایز مثلا اکس بزرگ، یکی نوشته مثلا ریج ای، یه جا نوشته مثلا سوپر، یه جا نوشته جامبو، اون جامبو همه اندازن بزرگی، اونا کوچکه. این اولین کارخونه ای که آورد اینا رو همه چیزا رو میبیجاد تخماق اینا رو بسته‌بندی میکرد. کارخونه درست کرده بود که توی مردش مرزه شبانیزی درست کرده بود که مثلا فرض کنیم که اونجا برن هر کس، مثل آقای خیامی هم این کاری کرده بود، مرزه درست کرده بود شبانیزی، دبیرستان شبانیزی درست کرده بود، هر کس میرفت اونجا پول نمیداد،
میرفت اونجا پول نمیداد، بلکه خرجش هم میدادن. خرجش میدادن یعنی بهش اتاق میدادن، جا میدادن، غذا میدادن، کتاب میدادن، وسیله میدادن. این میرفت مدرسه، تمام دروس دبیرستان میخوند به علاوه دروس فنی. یعنی به جای که همه تو دبیرستان روزی مثلا 5 ساعت درس میخونن، اینا روزی مثلا 7 ساعت درس میخونن. بعد این مقدار درس های فنی میخونن، فنی که اتومبیل پیکان رو چجوری بسازیم. بعد که تحصیلاتشون تمام میشد دو تا دیپلم میگرفتن، یه دیپلم مثل بقیه بچه های دبیرستان های تهران دیپلم میگرفتن، یه دیپلم فنی هم میگرفتن. حالا چند سال اونجا درس خوندن، خرجش گرفتن، ولی هیچ تضمینی ندادن، یعنی تعهدنامه ازشون گرفته نمیشد که حتما بیاد اینجا کار کنیم. گفت اگه دلتون میخواد اینجا کار کنیم. حالا اون یارو میگفت من برم پزشکی بخونم، برم مثلا مهندسی بخونم، برم شیمی بخونم، برم فیزیک بخونم. بعضی هم گفتن نه، میریم توی همین ایران خودرو اونجا استخدام میشیم. بیشتر هم میامده اونجا استخدام میشیم. حالا این یواشکی بهتون میگم، خب اونایی که میامدن توی مدرسه بیشتر علاقه شون به کارهای فنی بود، به تئوری کمتر علاقه مند بودن، به کارهای فنی و عملی بیشتر علاقه مند بودن. و اگر مثلا فرض کنیم میرفتن دانشکده مهندسی، حالا همش حرف بود، اطلاعات زیاد یاد میگرفتن ولی عملی کمتر بود و اینا کارهای عملی و میامدن اینجا. و حالا آقای عسکرالله‌دی یادش افتاده که ما به اینا بد کردیم. از این من از بیداری بخونم مطلب رو به پایان ببرم. تفسیر داستیوفسکی از آزادی، تفسیر آزادی را از حالا از این من این توضیح بدم چون اگه بخوام بخونم خیلی طولانی میشه. درسته که یه تیکش بخونم، تیکش خیلی جالب بود، باید بخونم این خودشو. نوشته که شماره پیش بیداری با تیتر حدیث خوب بعد ما نوشته خواهد شد، پیش بیداری با تیتر بله این از یه جا از قبلش کنم ببخشیدا. یکی از نامبران یاد شده در نوشته انتقادی شماره پیش بیداری، ببینید شماره پیش بیداری نوشته بود که جان باختگان، جان فداکاران، حالا اسمش یادم نیست ببخشید، و جفاکاران. جان باختگان اونایی که جونشون رو بر سر بیداری فکر مردم گذاشتن، مثل مثلا فرض کنیم که کسروی، مثل مثلا فریدون فرخزاد، مثل شاید آیشایان کاویانی، مثل مثلا فرض کنیم که فرود و فولادن، مثل بسیار دیگه ای که جونش رو گذاشتن و برای آزادی افکار و آزادسازی فکر مردم. یکی هم گذاشته بود فداکاران، اونایی که این کارو میکنن و فداکاری میکنن، مثلا آقای امید امیدوار فداکاری میکنه، یا مثلا خانم فرض کنیم که سروش سرور ببخشید خانم سرور فداکاری میکنن، یا خانم مثلا مهرنگیز جانشاهی فداکاری میکنن، یا مثلا فرض کنیم که آقای فروهر فداکاری میکنن، یا مثلا پرویز مینویی که من باشم اسمم نوشته بود که فداکاری میکنن. اینا نوشته بود. یه سری نوشته بود جفاکاران. جفاکاران یعنی اونایی که میان تو مطبوعات هستن و هیچ در بهبود و روشن شدن فکر مردم کاری نمیکنن، یعنی هیچ کاری ندارن، که مثلا فرض کنید که نظر حضرت عباس کار خوبیه یا کار بدیه، به این کاری ندارن. حالا یکی از اینا، حالا ببینیم چطوری. یکی از نامبران یاد شده در نوشته انتقادی شماره پیش بیداری با تیتر حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد، پس از دیدن نام خود در میان جفاکاران فرموده است به نویسنده بگویید پسر جان هر کسی را بهر کاری ساختن. به ایشان میگویم پدر جان کارهای شما بیشتر شبیه کار ملایان است که خود را عالم میخوانند. شما به هنگام غرق کشتی ایران عالم بیعمل و قصه‌گوی خاطرات شیرین خود هستید.
و در بلند کردن سقف آزادی ایران هیچ سهمی ندارید. حالا ببینید در مورد سهم آزادی آیه اینجاست که داستایفسکی میگه، میگه هر ملتی که فکرش بزرگ باشه سقفش بلنده، سقف آزادیش بلنده. ببینید سقف آزادی امریکا بلنده، سقف آزادی در ایران پایینه. یه مقدار به علت جور رژیم اسلامیه، یه مقدار به علت اینکه مردم اونطوری فکرشون یه کمی اکثریت یا نصفی فکرشون پایینه. ببینید من یه دفعه مثال دادم، بعضی‌ها میگن که در ایران اعدام باید از بین بره. آقا اعدام باید از بین بره، باید اول کشور مثل سوئد بکنیم بعد اعدامو از بین ببریم. اگر نه خب مثلا فرض کنیم فلان کس که کارتون خواب زمستون داره از سرما میلرزه، میزنه میره یه زنی رو میگیره تجاوز میکنه میکشه ببرنش زندان، اعدام که نیست که، تا آخر عمرش الان نون و غذا و خوبی داره دیگه. پس این مردم ایران باید مالیات بدن این زندان درست کنن. باید متناسب باشه. حالا فکر کوتاه مثلا فرض کنیم که مثال بزنم، همتون در اینجا رفتید سینما دیگه، یه جا بلیت می‌خرید میرید تو، مثلا فرض کنید اگه اونی که بلیتتون کنترل میکنه بهش بگید من میخوام به قسمت مهمان برم صحبت کنم، میگه بفرما. یعنی شما بلیت نخریده رفتید تو سینما، با اون قسمت مهمان صحبت میکنید، ممکنه به جای که برید به قسمت مهمان برید از جلو قسمت مهمان رد بشید برید فیلم رو ببینید، کس دنبالتون نمیاد. و تازه وقتی فیلم تموم میشه یکی از درها رو فشار میدید میرید، از همون داری که فشار میدید میرید ممکنه یکی بیاد تو هیچ که دلوش نمیگیره. از این بر نوشابه رو بر میدارید میرید اون طرف دور میزنید پولش میدید، اگه نوشابه رو برداشید رفتی اونوری کسی بهتون نمیگی که. فروشگاه میرید، فروشگاه جنساتون میبرید اونجا، صندوق اتوماتیکه، شما این جنساتون رو میگیرید و میگه بق یک عدد میزنید میدازون تو، دوباره یکی رو میگه میذارید اون تو، دوباره میگه میگه چق میذارید اون تو. حالا که وسطش یکی رو دور رد کنید که بندازید اون تو، کسی کنترل نداره که شما 10 تا کالا خریدید حالا یا 10 تا بیخ کرد یا 8 تا بیخ کرد. اینا سقف آزادی که اون بلنده. میگه که داستافسی میگه که مردمی که سقف آزادی این کوتاهه، اون بلند قامتان مجبورن کلشون خم کنن بلکه سقف کوتاهه، ولی اون کوتوله‌ها خب میتونن بدون جولان بدن. هر چقدر سقف بیاد پایین تر اون بلند قامتان مجبورن کلشون رو بهتر بیان، گاه وقتا اون بلند قامتان مجبور میشن خم بشن تعظیم کنن نتونن دیگه راست بشن برای که سقف کوتاه شده، ولی کوتاه قامتان خوب میدون. یعنی آزادی، سقف آزادی در این کشور پایینه و ما باید سقف آزادیمونو بالا ببریم. خب چینی ها باور دارن جهان روی شاخ گاو میچرخد، مسلمان ها عقیده دارن جهان روی بیزه مردمی میچرخد، اساتید و طلاب حوزوی بیشتر عمر خود را در دروس بیزوی صرف میکنن. شما میدونه قانون اساسی رژیم اسلامی چطوریه؟ شما یه زن بکشید یه دیه ای داره، بیزه یه مرد رو ناقص کنی درست است، یعنی این فلم باشه یه مقدار راستش باشه یکی. نوشته که برگردان محمد خوارزمی، خب من اینه دیگه نمیرسم بخونم، میذارم برای بعد. اینا رو علامت بزنم که خوندن، باید از اینجا بخونم. خب سپاسگزارم از اینکه به برنامه توجه کردید، از عزیزانی که پیغام گذاشته بودن و اونایی که توجه کردن بسیار سپاسگزارم. من پرویز مینویی هستم، روزهای دوشنبه و چهارشنبه به وقت واشنگتن از 6:30 تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. از آقای امیدوار که در اتاق فرمان برنامه رو کارگردانی فنی کردن سپاسگزاری میکنم. من دیگه التماس نمیکنم، خواهشم نمیکنم، فقط میگم اگه واقعا مردونگیتون، انسانیتتون بهتون حکم میکنه به
تلویزیون ایتو کمک کنید، اگر حکم نمی کنه هیچی ولش کنید دیگه. براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم، شما رو به خدای خودتون که همون خردتونه میسپارم.